سرخط خبرها. فهیم دشتی به دستور جنرال جرأت کشته شد. منبع رزاق مومون. و همچنان لافروف وزیر خارجه روسیه: طالبان باید زندگی مردم را تضمین کنند. و همچنان هشدار جرمنی به طالبان. و در ادامه گیر افتادن هزاران خارجی در افغانستان، طالبان برای اخراجشان اجازه نمیدهند. سلام دوستان عزیز و یکی دیگر از ویدیوهای ما، خوش آمدید. هشدار انگلا مرکل: نخست وزیر آلمان خواستار گفتگو با طالبان برای ادامه عملیات خروج از افغانستان شد. به گزارش سپوتنیک، انگلا مرکل نخست وزیر آلمان روز یکشنبه گفت که برلین خواستار گفتگو با طالبان در رابطه با خروج باقی مانده کارگران قراردادی محلی از افغانستان است و افزود که بازگشایی فرودگاه کابل و از سرگیری پروازها نشانه خوبی است. نخست وزیر آلمان که روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری سخن می گفت، در این خصوص تصریح کرد: بر سر راهکار جهت تخلیه افرادی که برای نیروهای آلمان کار کرده اند و تامین امنیت آنها، تنها باید با طالبان گفتگو کنند. و افزود که سازمان‌های بین‌المللی نیز باید امکان آن را داشته باشند که کمک‌های بشردوستانه بیشتری به مردم افغانستان برسانند. این در حالی است که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان، روز یکشنبه در گفتگو با هفته‌نامه آلمانی ویلتم سوتناگ گفت که شبه نظامیان اسلامگرا خواهان روابط دیپلماتیک مستحکم و رسمی با آلمان هستند. و گفته وی، طالبان همچنان مایلند از آلمان و سایر کشورها کمک های مالی و نوع دوستانه دریافت کنند و همچنان مایلند از آلمان و سایر کشورها کمک های مالی و نوع دوستانه دریافت کنند و همچنان و با افغانستان در رابطه با مسائل مربوط به درمان کشاورزی و آموزش همکاری کنند. در پی قدرتگیری نیروهای طالبان، سفارت آلمان در کابل تعطیل شد. با این حال انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و هایکو ماس وزیر خارجه این کشور رد کردند که آلمان در آینده در افغانستان نمایندگی خواهد داشت، اما این بستگی به شرایط دارد. مرکل در عین حال گفته است که بازگشایی چنین نمایندگی ها به معنای به رسمیت شناختن دیپلماتیک نیست. هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان پیشتر تاکید کرده بود که کشورش هنوز اولویتی برای به رسمیت شناختن طالبان قائل نیست، اما اعتقاد دارد که گفتگو و همکاری با این گروه که کنترل افغانستان را در دست گرفتند می توانند دستاوردهای مثبتی به همراه داشته باشد. حالا می پردازیم به خبر دیگر. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که تنها یک دولت عبوری فراگیر متضمن زندگی جدید در افغانستان خواهد بود. وزیر خارجه روسیه می گوید که تنها یک دولت عبوری فراگیر می تواند زندگی جدید در افغانستان را تضمین کند. به گزارش سپوتنیک، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته است که کشورش آماده است تا از دولت جدید در افغانستان حمایت کند، در صورتی که جامعه افغانستان تا حد ممکن نمایندگی کند. سرگی لاوروف به خبرنگاران اظهار داشت: ما قصد داریم از روند تشکیل دولت حمایت کنیم که تمام طیف جامعه افغانستان از جمله طالبان و سایر اقوام، نه تنها پشتون، از جمله هزاره، ازبک، تاجک باید تشکیل داده شود و فقط چنین دولت فراگیری می تواند گذار پایدار و زندگی جدید را تضمین کند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت: اگر این دولت دولت فراگیر شکل گیرد، من فکر می کنم ما با رضایت در چنین مراسم به همراه دیگر کشورهای دعوت شده تاثیرگذار شرکت خواهیم کرد. حالا می پرازیم به خبر شوک دهنده. فهیم دشتی و ودود خان به دستور جنرال جرأت کشته شدند. منبع رزاق مامون. گزارشنامه افغانستان با استناد اطلاعات سه منبع، یکی پنشیر، سخنگوی طالبان و شاهد صحنه، اطلاع یافته است که فهیم دشتی و جنرال ودود خان زره به دستور جنرال دین محمد جرأت کشته شدند. جنرال جرأت و نفراتش پیش از بمباردمان پهپادهای آمریکا و ورود نیروهای زمینی طالبان به پنشیر اعزام شده بودند
و ظاهر از کابل و خانهش در روستای درخیل رفته بود. اما ناگهان در آنجا بیرقهای کلان طالبان را از موتر بیرون کرده و روی موتر دم راه و خانهش برافراشته بود که بعد از آن که قوای مقاومت از این خیانت مطلع می شوند، یک قوای مسلح و سرپرستی گلایدر برای مقابله با وی شتافته و دعوا و کشوگیری سختی به وجود آمده بود. فهیم دشتی و جنرال بودود در مشاجره دو طرف حاضر بودند و دو طرف دست و ماشه درگیری شده و فهیم بودود و دستور جنرال جرأت گلوله باران شدند. تیارات بی‌سرنشین پاکستان بعد از این ماجرا مواضع سرکوهی و سلاح‌های سنگین تکاوران مقاومت را در ارتفاعات زیر بمباردمان گرفته و سپس قوای حشری طالبان در امتداد جاده و سوی انابه، تاواخ، زمانکور و دشتک راه باز کرده است. جنرال جرأت از 10 سال پیش روابط خود را با آیسای مستحکم کرده بود. وی قبلا با حلقات سپاه قدس ایران وابسته بود و مستمری دریافت میکرد. اما زمانی که جبهه ملی به رهبری استاد ربانی مدت کوتاه در کابل شکل گرفته بود، سپاه قدس از جرأت خواسته بود که زیر نظر جبهه ملی کار کند. اما جرأت و آیسای پیوست. خانه جرأت کنار سفارت پاکستان در کابل است و چند پیش نیز یک نمایش دروغین طالبان خشن را در تلویزیون خیش سازماندهی کرده بود تا تلویزیون افغانستان را در انظار عمومی رشد دهد. گروه طالبان پیش از این مولوی آقا میر فرزند غلام را والی پنشیر گزیده بودند، اما بعد از اشغال کابل آیسای سخت در تلاش بود است تا جنرال جرأت و حیث والی پنشیر معرفی شود. این در حال است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که فهیم دشتی توسط ما کشته نشده، بلکه توسط بادیگاردهای جنرال جرأت کشته شده و پنشیر مکمل تحت کنترل ما می باشد و امرالله صالح هم به تاجیکستان فرار کرده است. و حالا بپرازیم به واکنش کرزی در مورد کشته شدن فهیم دشتی. آزادی بیان بود، نبودش یک ضایعه است. با گزارش سپوتنیک، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته است: با اندوه فراوان آگاهی یافتم که ژورنالیست موفق، نویسنده و روزنامه‌نگار و مستعد کشور فهیم دشتی جهان فانی را ودا گفت و به ابدیت پیوست. انا لله و انا الیه راجعون. وی افزوده است که مرحوم فهیم دشتی از منتقدین سرسخت حکومت من و یک صدای رسا با آزادی بیان بود. نبودش یک ضایعه است. مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان مرحوم فهیم دشتی ابراز داشته، از بارگاه خداوند لاعزال برای متوفی بهشت برین و برای بازماندگانش صبر جمیل استدعا دارم.